با اثر درگیری و ناامنی های 4 ماه قبل صدها باشنده ولایت غور از خانه های اصلیشان آواره و در حومه شهر فرسکوب مسکن گزین شده اند. در همین حال مولوی عبدالحی مبشر سرپرست ماموریت امور مهاجرین و عودت کنندگان ولایت غور می گوید تا اکنون هیچ گونه مساعدتی برای فامیل های مهاجرین در ولایت غور از جانب نهادها صورت نگرفته است. اکنون که همین لحظه که ما با شما مصاحبه داریم که 29 سفر 1443 هجری قمری کدام نهاد و یا کدام دوناری برای ما هیچ همکاری هم نداشته. از سوی هم مولایی مبشر از وزارت مهاجرین کشور و مؤسسات کمک کننده بین المللی می خواهد قبل از فرارسیدن زمستان مهاجرین ولایت غور را تحت حمایت خیش قرار دهند. خواستیم از وزارت امور مهاجرین و جامعه جهانی و سازمان های بین المللی و سازمان های همکار ایه که چون ولایت غور سرترین ولایت به حساب میره و تعداد مهاجرین و بیجا شدگان ولایت غور هم آماری خیلی زیاده که تا امروز ما 1229 نفر هم ما ثبت داریم و چون فصل زمستان هم فرا رسیده و فصل خیلی سخت و یک فصل خیلی دشواری ما پیش رو داریم، اگر جامعه جهانی و همچنین وزارت امور مهاجرین به راست توجه نکنه ما شاید هم که بل یقین داریم که ما به تلفات انسانی هم رخ به رخ میشیم. گفتنی است به علت جنگ های چند ماه قبل بیشتر از 1000 فامیل در ولایت غور از قریه هایشان کوچ نموده و در مرکز شهر فرسکوب پناهنده شده اند. گفته می شود اگر به زودترین فرصت برای این بیجا شدگان کمک صورت نگیرد با فرارسیدن زمستان زودرس فاجعه انسانی رخ خواهد داد.